هفته قبل وقتی که به حیفا، سومین شهر بزرگ اسرائیل رسیدم، ابتدا رفتم برای خوردن یک صبحانه محلی، حموس و بابا قانوش. سپس به دانشگاه حیفا رفتم، جایی که با سولی شهوار، رئیس مرکز ایران شناسی و مطالعات خلیج پارس قرار داشتم. چند ساعتی با هم بودیم و از کتابخونه این دانشگاه هم بازدید کردم. کتابخونه‌ای که بزرگترین کتابخونه دانشگاهی در اسرائیل هست و هزاران جلد هم کتاب‌های پارسی و غیر پارسی در مورد ایران داره. بعد از اون رفتیم به مراسمی که توسط مرکز ایران شناسی و مطالعات خلیج پارس برگزار شده بود. در این مراسم کتاب‌های شعر پارسی رو که به عبری ترجمه شده بودند رو معرفی می‌کردند و مترجمان و محققان اون هم در این مراسم صحبت می‌کردند. در این مراسم که با چای، قهوه، شیرینی و آجیل پذیرایی می‌شد، با چند نفر ایرانی و غیر ایرانی هم که در زمینه فرهنگ و ادب پارسی فعالیت می‌کردند هم آشنا شدم. سه تا کتاب هست که این کتابا توش همه از همه اشعار شاعران ایرانی زن و مرد هست. کتاب اول و دوم یوتر کلاسیکه، کتاب سوم ترانه های قرن بیستم از اوائل تا همین حالا. خلاص همینطوریه دیگه، حالا ما هرچی میتونیم سعی خودمونو میکنیم که اینجا به آداب و تمدن و شعر فارسی ها یاد بگیرم، چون که اینجا اینا را هیچکی ترجمه نکرده. این یه شعر این ور، یه شعر اون ور، اینا خیلی لازمه که این تمدن ایران را بشناسن. درسته. تو اسرائیل بعد از این همایش که تماماً رنگ و بوی ایرانی داشت، رفتم به سمت یکی از مکانهای باستانی و مقدس شهر حیفا. در قسمتی از شهر حیفا در نزدیکی ساحل دریای مدیترانه بر روی تپه‌ای محلی قرار داره که پیروان ادیان ابراهیمی بر این باور هستند که الیاس پیامبر قوم بنی اسرائیل برای مدتی در این محل زندگی و عبادت می‌کرده. با هم دیگه سری می‌زنیم به اینجا. هر کسی که وارد مکانهای مقدس یهودیان میشه حتما باید کلاهی به نام کیپا رو بذاره روی سرش که ادای احترام بکنه و این اجباری هستش برای مردان. اینجا محلی هستش که بر طبق باور یهودیان و طبق گفته عهد عتیق، تورات، کتاب مقدس یهودیان، الیاس پیامبر قوم بنی اسرائیل برای مدتی در اینجا عبادت می‌کرده و همچنین مسیحیان بر این باور هستند که زمانی که عیسی، مریم و یوسف از مصر برمیگشتن مدتی رو در این غار اقامت داشتن. این محل همچنین برای مسلمانان هم مقدس هستش، ولی در حال حاضر از این محل بیشتر یهودیان استفاده میکنند و یکی از مکانهای مقدس برای یهودیان هستش که میان اینجا برای عبادت و نذر و نیاز. بر طبق گفته ادیان ابراهیمی، یهودیت، مسیحیت و اسلام، الیاس یکی از پیامبران خدا بوده که عده‌ای از مسلمانان الیاس رو از تبار هارون برادر موسی میدونن. الیاس 900 سال قبل از میلاد مسیح، یعنی حدود 2900 سال پیش، در شرق رود اردن در اردن امروزی به دنیا میاد. از پیامبران قوم بنی اسرائیل بوده و طبق گفته ادیان ابراهیمی معجزات بسیاری هم انجام داده. در قرآن هم در سوره های صافات و انعام از الیاس یاد شده. امروز یهودیان به این محل میان و به دعا کردن و نذر و نیاز میپردازن. بودن در این محل حس عجیبی برام داشت. بودن در محلی که شخصی حدود 3000 سال پیش در اینجا عبادت میکرده، چه برسه به این که این شخص از قدیسان ادیان ابراهیمی هم بوده.
بعد از بازدید از غار الیاس رفتم به بزرگترین مکان مذهبی در شهر حیفا، باغ‌های بهایی و آرامگاه باب. در قسمتی از شهر حیفا بر روی تپه‌ای به نام کارمل، مقبره سید علی محمد شیرازی ملقب به باب قرار گرفته که یکی از مکان‌های مقدس بهائیان به شمار میاد. همچنین این محل یکی از معروف‌ترین مکان‌ها در شهر حیفا است، به طوری که سالانه حدود 1,200,000 نفر بازدید کننده داره. مرکز جهانی بهایی تشکیل شده از آرامگاه باب، باغ‌های بهایی و ساختمان‌های قوس کارمل که مرکز اداری بهایان است. باغ‌های پلکانی در دامنه کوه کارمل توسط فریبرز صحبا، معمار ایرانی کانادایی، طراحی و ساخته شده. به واسطه قرار گرفتن مقبره باب در اینجا، این مکان دومین مکان مقدس برای بهایان است. باب نظریه پرداز ایرانی و بنیانگذار جنبش بابیه متولد شیراز، وقتی که 25 سال داشته خودش رو مهدی موعود و پیامبر جدیدی میخونه و بشارت میده که پس از او پیامبر دیگری که طبق باور بهائیان آن شخص بهاءالله پیامبر بهائیان است ظهور خواهد کرد. باب در سن 31 سالگی به فرمان امیر کبیر در تبریز تیرباران میشه و برای مدت بیش از 50 سال جسد باب در ایران و مدتی هم در حیفا مخفی بوده، تا اینکه در سال 1909 میلادی، یعنی 39 سال قبل از تأسیس کشور اسرائیل، باب رو در این محل، یعنی جایی که بهاءالله پیامبر بهائیان مشخص کرده بوده، به خاک می‌سپارند. در اوایل دهه 40 میلادی معمار کانادایی این بنا رو طراحی می‌کنه و یک دهه بعد در سال 1953 ساخت اون تموم میشه. بعد از بازدید از مرکز بهائیان و مقبره باب که دومین مکان مقدس بهائیان است، رفتم به شهر باستانی عکا در 25 کیلومتری شمال حیفا برای دیدن این شهر و همچنین رفتم به اولین مکان مقدس بهائیان.